سلام، من عرفان هستم و بعد یه غیبت نچندان طولانی تقریبا یک هفته اومدم با یه ویدیوی خیلی جذاب که پیش از اون هفته ویدیو رو ببینین. که این ویدیو توی این ویدیو میخوام براتون آنباکسینگ آیپد پرو رو انجام بدم براتون، پس با من همراه باشین. خب همطور که میبینین این آیپد پرو هستش، 12.9 اینچ. این آیپد دو تا سایز داره، یکی 11 خورده‌ای و یکی 12.9 اینچ که همون 13 اینچ میشه و این الان دستان هستش 12.9 اینچ، یعنی همون 13 اینچش هستش. خب میریم سر وقت باز کردنش، خیلی هیجان انگیزه. بله خب بذاره این باز کردنش سخته، خدایا باز نمیشه. تادان، باز شد. خب این از آیپد هستش که باز شد و حالا این از توی این مشماش بکشیم بیرون. بله آیپد پرو 13 اینچ. بله و همطور که میبینین مثل آیفون های جدیدی که تازه اومده، این آیپد چیزه. من یه قبلا چیزش کرده بودم، بازش کرده بودم که ستابش رو مثلا رو آیپد، چیزه که رو آیپد قبل رو بزنم رو آیپد جدید، برای همین یه ذره روش کثیف شده. ببخشید جای دست. همطور که میبینین این آیپد، این قسمت بالاش دیگه مثل آیپد قبلی سفید نیستش، دقیقا مثل موبایل جدید شده، نیو جنریشن آیپد هستش که اینجا این قسمت سفید نیستش و صفحه تمام صفحه هستش که این خیلی ویژگی خوبی هستش. خب آیپد که آیپد میذارم کنار تا توش هم بهتون نشون بدم چیه. اوپس. خب آیپد میذارم رو پام نیفته. خب این که چقدر خوب دسته چه نامش هستش، دیزاین بای اپل این کالیفرنیا. خب این توش چیه؟ تموم شد، تموم شد. خب یکی این که و این سوزنه برای سیم کارتش هستش، ولی بدونین که روی آیپد سیم کارت دارش، فقط میتونین از قابلیت اینترنتش استفاده بکنین. این فکر نکنین که اگه برین آیپد سیم کارت دار بگیرین میتونین تلفن بکنین. این اشتباهی افکار غلطی که بیشتر مردم دارن که اینطوری نیستش، فقط میتونین از قابلیت اینترنتش استفاده بکنین، یعنی روی اون سیم کارت اینترنت بریزین و بذارین توی این آیپد و از اینترنتش استفاده کنین. خب این که توضیحاتش مهم نیست و اینم آموزشش دیگه، نمیدونم اینا دیگه آیپد پرو نمیدونم این قسمتش. خب چیز مهم نیستش، همه توضیحشه و برچسب اپل هستش که نستن یکیش استفاده کردم. بله و این دوتا برچسب اپل یکیش استفاده کردم که همیشه تو همه محصولات اپل این برچسب هستش. بله خب اینم شارژرش هستش که مثل شادگی مثل مدل قبلی نیستش، یعنی این قسمتش که میبینید USB نیستش و عوض شده شارژرش. نمیدونم اسمش هم شارژرش چی بود، ولی به هر حال مهم نیست اسمش رو بدونیم. خب این میری توی این، نه آره این میری توی این و این هم میخوره به آیپد. آیپد این که میخوره به آیپد اینطوری. خب حالا روشنش میکنیم. البته من قبل روشنش کردم، الان برای شما روشنش میکنم. بذار چطور کشی روشن شد به هر حال. خب روشن، خب روشن شدش و این صفحه اصلی هستش که میتونیم ببینیم. خب الان خب ادامه، یعنی نصف نمایش این آیپد شما بغل من داری نگاه میکنی الان اینجا. خب شروع میکنیم، ایسادی باز میشه که این بالا قفل میبینیم که باز شده، میگشتی بالا و صفحه باز میشه. خب الان اینجا که شما داره میبینین همه اپلیکیشن اپل هستش و خب الان با هم دیگه تست کنیم ببینیم که کیفیت دوربینش چطوری هستش. خب اول یه سوژه پیدا بکنیم، مثلا همونطور که میبینین الان کیفیت دوربینش هستش
که روی پای من هستش و پورترایت داره که این پورتراش هستش که پورتریت از فقط دوربین جلوش پورترایت داره و دوربین پشتش این قابلیت رو نداره متاسفانه. همونطور که میتونید ببینید ولی خب انواع پورتراها میتونید یه دوربین جلوش داشته باشین و این قسمت بذار از این دوربین نشونه که بتونیم قشنگ ببینیم. این قسمت همین که یه نوع دوربین دیگه شه بالاش سیاه میشه. پنو هستش که اینجوری میکشین همه صفحه ها میفته. درست. خب و اینم کیفیت دوربین جلوش هستش که به نظر من خیلی کیفیت خوبی هستش. بله. خب از دوربینش میام بیرون و چیزی که الان داریم میخوام چک بکنیم این هستش که میخوام ببینیم که فیس ایدی اینا پچ چقدر خوب کار میکنه. خب ببینید که داریم میبینیم هم توی سری فیس ایدی باز میشه، حتی اگه برعکس من بکنم آیپدو فیس ایدیش بازم باز میشه و این نشانه قدرت فیس ایدی اپل هستش. و حتی من الان که چون نمیتونم این کارو انجام بدم بخاطر اینکه اگه خاموش بکنم ویدیو میپره، برای همین نمیتونم اینو نشون بدم. حتی اگه چشم من بسته باشه مثل آیفون های دیگه همین قابلیت رو آیپد هم هستش که بایدم باشه 100% که ببخشید که حتی با چشم بستم اگه چشم بسته باشه فیس ایدی باز نمیشه. بله. اینجا که من برنامه های خودم رو ریختم توش که میتونیم ببینید برنامه های آیپد قبلی ریختم روی این که ازش استفاده بکنم یه برای همین دیگه بذار پر شده توش. آها و این آیپد 256 گیگ هستش همطور که بتونید ببینید. بله که فقط 36 و 9 تاش پر شده. خب بگیم سرجاش همون داریم کنار. مرسی که این ویدیو من نگاه کردین، امیدوارم خوشتون اومده باشه و اینکه حتما کانال منو سابسکرایب بکنید، لایک بدید تو نره، کلی ویدیوهای مهیج دیگه براتون قرار بذارم، کلی برنامه خاص دارم، پس منو به دوستاتون معرفی بکنید و همیشه منو دنبال بکنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.